سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومد. برنامه امروز ما طرز تهیه یک نوع پلوی مخلوط هست که این پلو با لوبیای چشم بلبلی و شوید آماده میشه. این پلو رو میتونید بدون گوشت، یعنی به صورت گیاهی مصرف کنید، یا با گوشت مرغ و گوشت چرخ کرده یا گوشت تکه‌ای هم میتونید تهیهش بکنید. مواد مورد نیاز: برنج 2 پیمانه، لوبیای چشم بلبلی نصف پیمانه، شوید تازه حدود 100 گرم. شما میتونید از شوید تازه یا شوید خشک استفاده بکنید. من اینجا هم از شوید تازه استفاده کردم، هم از شوید خشک به خاطر عطرش. 1 قاشق غذاخوری هم شوید خشک. پیاز داغ 1 قاشق غذاخوری. 2 تکه مرغ که اینجا من از ساق مرغ استفاده کردم. 1 عدد پیاز، زعفرون دم کرده، پودر فلفل سیاه، زردچوبه، نمک و روغن به میزان لازم. برنج رو بعد از اینکه خوب شستیم از 2 ساعت قبل با آب و نمک خیس میکنیم. لوبیا چشم بلبلی خیلی زود آماده میشه. از 20 دقیقه قبل خیسش میکنیم. نفخ نداره این لوبیا. بعد از اون با 1.5 پیمانه آب میذاریم که بپزه. آب زیاد نریزیم به خاطر اینکه کامل آب به خوردش بره یا آب اضافه نداشته باشه. بعد از اینکه به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم. 30 دقیقه بعد آماده است. لوبیا چشم بلبلی رو در حین پخت کمی نمک هم بهش اضافه میکنیم تا مزه بهتری داشته باشه و نمک به خوردش بره. لوبیا چشم بلبلی پخته آماده شده. از صافی عبور میدیم که اگر آب سیاهی باقی مونده بود بریزیم. همراه با 2 پیمانه آب روی حرارت میذاریم، مقداری زردچوبه. نمک، پودر فلفل سیاه و پیازی رو که داشتیم به چند تکه تقسیم میکنیم و اضافه میکنیم و میذاریم که نیم ساعت بپزه. مقداری آب داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. مقداری نمک بهش اضافه میکنیم. بعد از که جوش اومد برنجی رو که 2 ساعت قبل با آب و نمک خیس کردیم بهش اضافه میکنیم. شما این پلو رو به شکل دمی هم میتونید آمادش بکنید. بعد از اینکه برنج نیم پس شد و آماده شد برای آبکش کردن، در لحظه آخر برای اینکه لوبیای چشم بلبلی کامل مخلوط بشه با برنجمون، میایم بهش اضافه میکنیم و آبکش میکنیم. شوید رو بعد از اینکه شستیم و داخل صافی گذاشتیم و آب اضافیش خارج شد، خیلی ریز خوردش میکنیم. مقداری روغن کف قابلمه میذاریم. تدی که مورد نظرمون هر چی که هست میذاریم. من اینجا سیب زمینی استفاده کردم و مقداری زعفرون جمع کرده رو شیفتم. بعد میایم برنج آب کش شدمون رو میریزیم. یه مقدار از برنج رو میریزیم. میایم پیاز داغی که رو داشتیم، مقداری شوید تازه، شوید
خشک که گفتم میتونید شما از سیبید خشک یا تازه هر خواستین استفاده کنید. مقدار کمی زعفران رو دم کرده به همین ترتیب ادامه میدیم تا کامل همه مواد رو داخل ظرف بریزیم، مخلوط میکنیم. بعد دوباره پلوی آبکش شده رو بعد از اینکه کامل مواد رو داخل قابلمه ریختیم مقدار کمی زعفران رو دم کرده و مقدار روغن که شما از روغن زیتون یا روغن های دیگه میتونید استفاده بکنید. من اینجا روغن دنبه داشتم، حدود یه قاشق غذاخوری روغن دنبه رو شیختم. شما میتونید روغن حیوانی هم استفاده بکنید یا هر روغن دیگه که در دسترستون هست. بعد میایم حفره هایی رو ایجاد میکنیم برای اینکه راحت تر دم پلومون بالا بیاریم. ابتدا حرارت زیاده، دم کنی رو میذاریم، ابتدا حرارت زیاده، بعد که بخارش بالا اومد حرارت رو کم میکنیم. 30 دقیقه بعد غذای ما آماده. تکه های مرغ بعد از اینکه پختن با کمی روغن سرخشون میکنیم. پلوی مخلوط با لوبیا چشم بلبلی آماده شد. امیدوارم شما هم این پلوی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.